مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا با ارائه پیشنویس قطعنامه جدیدی برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت میخواهد مطمئن شود این رژیم نمیتواند امنیت دیگر کشورها را به خطر بیندازد. همکارم گیتا آریان گزارش میدهد. آقای پامپئو که در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه صحبت میکرد گفت آمریکا از تمامی توان و امکانات دیپلماتیک خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا یادآوری کرد که مأموریت شورای امنیت سازمان ملل پاسداری از صلح و امنیت بین المللی است و اگر بگذاره این حامی شماره یک تروریسم در جهان آزادانه به خرید و فروش تسلیحات خطرناک بپردازه، نتیجهش عمل کردن به اقدامی کاملا مسخره آمیز است. آقای پامپئو یکی از علل ادامه درگیری‌های جنگی در یمن را ناشی از ارسال تسلیحات توسط رژیم ایران برای شورشیان حوثی دانست. پامپئو به تفصیل در مورد مقابله با اقدامات خصمانه چین هم صحبت کرد و گفت دولت پرزیدنت ترامپ برای ممانعت از کار با شرکت‌های غیرقابل اعتماد چینی در بخش مخابرات می‌خواهد اپ‌های فاقد اطمینان به اونها را از دسترسی حذف کنه. آقای پامپئو در مورد مداخله غیرقانونی روسیه در انتخابات آمریکا هم با اشاره به گزارشی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده از اختصاص یک جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعاتی خبر داد که بتونه به انجام اقدامات قانونی علیه افراد و نهادهایی منجر بشه که قصد دخالت در انتخابات آمریکا رو دارن. گیتا آریان، صدای آمریکا.